نه 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 نه، صندوق را نبرید. اما مردم به قدرت آن ایمان دارند. وقتی بین سربازانه اونها قدرت میگیرند، شجاعتر میشوند و با دلیری برای حرمت خداوندشان خواهند جنگید. بله بله درسته. بله. از نتایج زحمات ما تو فربه شدی پدر، آرام باش و بگذار از تو نگهداری کنی. این صندوق جادو نیست برای اهداف خود حرکت دهی. خدا در اختیار کسی نخواهد بود. اگر صندوق را برای اهداف خود ببری، برایت فایده ای ندارد. ای پیرمرد، تو رابطه ات را با مردم از دست داده ای. نه نه، صندوق را نبری. سر و صدا و فریادهای مذهبی تو خالی، همه فریادها به خدا حرمت نمی بخشد. در جایی که شرارت هست برکات خدا نیست. دو پسر من صندوق عهد را به میدان جنگ بردن. آه باشد که خدا مرا ببخشد. چه اتفاقی می افته؟ روز قضاوت الهی من نزدیک می شود. من می ترسم. نترس پسرم، گوشهایت را باز کن و مطیع باش. ببینید یه سرباز زخمی میآید. چه خبر از جنگ؟ ما شکست خوردیم ای ارباب. فلسطینی ها پسرانت را با شمشیر کشتن. روز تاریکی برای فرزندان یعقوبه. صندوق عهد چه شد؟ برایش اتفاق نیفتاد؟ مطمئن نیستم. صدای جنگ و فریادها بلند بود. بوی تعفن خون و گوشت گندیده انسان ها و حیوان ها همه جا پیچیده. چشمان دشمنان پر از نفرت بود. در آخر جنگ دیدم که فلسطینی ها صندوق عهد را به دنبال خود می کشیدند. همه چیز را از دست دادیم. بیشتر از 30,000 نفر کشته شدند. مردان ما با ترس به خیمه های خود فرار کردند. وای بر من، صندوق! صندوق را بردند. نه 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 نه. سموئیل در تمام روزهای زندگیش برای اسرائیل داوری کرد. سموئیل دو پسر خود یوئیل و ابیاه را به عنوان داوران اسرائیل منصوب کرد. هرچند که آنان در راه خدا قدم بر نمی داشتند و به دنبال منفعت شخصی بودند، رشوه گرفتند و در قضاوت تبعیض قائل شدند. یونادب، اونجا رو میبینی؟ یک مرد خارق‌العاده و به خصوص است که در مقابل وسوسه و فساد میتواند مقاومت کند. اونا پسران منند. دیگر نمیشناسمشون. اونا مثل من نیستن. این تو نیستی که اشتباه کردی اربابم. اونها خودشان خواستند که خداوند را بی حرمتی کنند و چنین رفتار زشتی داشته باشند. وقتی در برابر خدا می ایستم می پرسد که آیا به رابطه‌ام با او اهمیت دادم؟ می گویم بله، چون صحت دارد. بعد به خانواده‌ام اشاره می کند. در اون لحظه من باید با شرمندگی سر به زیر افکنم. باید با مشایخ ملاقات کنم. آنها در خیمه جمع شدند. آنها در مورد تمام مردم سرزمین صحبت می کنند. مردم
مردم عدالت میخواهند. این عدالت تجارت است. قیمتی برای عدالت هست؟ اگر انسان واقعا عدالت میخواهد باید قیمتش را بدهد، و ما هم باید تاوانش را بپردازیم. همه چیز مرتب است یونادا. این شایسته نیست. بالاترین داور باید با قدرت و جلال وارد شود. من مثل یک خادم وارد می شدم. چه زمانی بهتر از الان برای امتحان فروتنی وجود دارد؟ از نظر اونها تو پادشاهی، یه پادشاه. پسران من و ایلی فرقی با هم ندارن. من باعث شرمشونم. این درست نیست. این درست نیست. ما باید پادشاه انتخاب کنیم. مثل قبایل دیگر انتخاب کنیم. این درست نیست. ما باید پادشاه انتخاب کنیم. این درست نیست. اربابم، ما به عنوان خادم شما و مردم حضور داریم. کافی است. آنچه می‌خواهید را بگویید. تنها هدف ما این است که آنچه برای مردم خوب است را انجام دهیم. شما می‌دانید هدف دیگری جزی نداریم و نخواهیم داشت. آنچه در دل داری را بگو. بسیار خوب، سخن می‌گویم. سرورم، آن باری که بر دوش گرفته ای سنگین است. به همین دلیل پسرانم را منصوب کردم. بله سرورم، از چیزی که میگویم خشمگین نشو. تو پیر شده ای و پسرانم در راه تو قدم نذاشتند. این حکم شماست؟ اونها از عدالت برگشته و رشوه میگیرند. چه کاری میخواهی انجام دهم؟ ما با مردم تمام سرزمین صحبت کرده ایم و آنچه خواستن این بود که پادشاهی بر ما منصوب کنی تا مثل امتهای دیگر بر ما حکومت کنند. پس به نظر شما حق من این است؟ شما مشکلی ندارید ارباب. مردم سمبولی از عظمتشان را میخواهند تا در میان مردم دیگر سرفراز باشند. یک پادشاه، پادشاهی که حمایت کنه. میتوانم لحظه‌ای با خود تنها باشم؟ هر چه شما بخواهید سرورم.